بیداری؟ ببخشید، من نباید تا این موقع شب تو خونه تنهاد میذاشتم. دیگه تکرار نمیشه، قول میدم. بابا به من بگو چرا. با هم حرف زدی، پس دیگه آشتی. خوشحالم که فردا شب شامو با هم میخوریم. شامو؟ شامو، چون برای صبحانه و نهار میخوام بخوابم. بابا من ازتون سوال کردم. چه سوالی؟ پرسیدم چرا. میخوام بخوابم. بابا همیشه کوتاه‌ترین راه مستقیم‌ترین راهه. من از راه میانبر به هدف میرسم. حالا میبینی. شب خوش بابا. شب بخیر. دیدار به قیامت. تلفنو بردار. تارا تلفنو بردار. تارا اول صبح چه وقت بیرون رفتنه؟ تو هم با این تاوانیت. این چک موجودی داره؟ بله موجودی دارم. برام نقدش کنید لطفا. چک پول میخواید یا چک رمزدار؟ چک پول لطفا. شناسنامه لطفا. نگه دارین لطفا. خسته نباشید. ممنون. کی میشه این اضافه کاری تعمیرگاه تو خونه نیاری؟ کی میشه اضافه کاری تاوانی رو بیارم خونه؟ انشالله به زودی. امروز تو تارا چی کاره این؟ میریم مجوز ثبت تاوانی رو میگیریم، بعدش هم میریم مجوز ثبت شرکت ها رو میگیریم. نمیدونم چرا اینقدر دلم شور میزنه. برای تارا؟ میترسم بازم این فروزش دستگل به آب داده باشه. چه دستگلی بالاتر از تاروندن نیما؟ چراش مهمه؟ تو چی فکر میکنی؟ نمیدونم.
فقط اینو میدونم که از این فروزش هر چی بگی برمیاد. ولی اینو میدونم هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه مانع تشکیل تاوانی و ازدواج تارا بشه. امیدوارم. خیلی خوب. کاری نداری؟ نه. مواظب خود باش. تو هم همینطور. خداحافظ. خداحافظ. حالا بریم. یکم طول میکشه. حالا یه جوری تعریف کن که من بفهمم. ببین سمیه، این دست نوشته خسرویه. خب اینم موبایلنامه بابامه. خب اینم فوتوکپی چک خسرویه. خب تو اون کیفم پر پوله. چقدر؟ 720 میلیون. تو حالت خوبه؟ آره خوبم. میبینی که مال کیه؟ مال امیر حسینه. از کجا رسیده؟ از آسمون. بابته ارث باباش. میشه یه بار دیگه بگی؟ نه. چرا؟ تو نمیتونی بفهمی سمیه. خب الان من به امیر حسین چی بگم؟ تو هیچی نگو، خودش همه چیزو متوجه میشه. خیلی خب پس بمون براش توضیح بده. من نمیتونم، من عجله دارم. چرا عجله داری؟ بعدن میفهمی. مگه قرار نیست بریم دنبال کار تاوانی؟ من نه، من تنها. امیر حسین و نیما کمکت میکنن. تارا تو چت شده؟ اینم بده به نیما. مگه قراره ببینمش؟ اگر دیدیش. تارا خدا. تارا وایسا، وایسا ببینم تارا چی شده. تارا جایی نداری بری. تارا من جواب امیر حسین رو چی بدم؟ پس واقعا اینو بگی با تماس بگیرم. الو بله. چی؟ تارا چی کار کرده؟ چی شده؟
اینکه همیشه یک استفاده خوب و بی ضرر و ایمنی از این انرژی. دنبال کارهای شهرداری و داراییش؟ میترسی خونه مشاهیمون تو دست انداز انحصار وراثت بیفته؟ تو نمیترسی؟ ظاهرن که از من گذشته. از امیر حسین چی؟ حرف منه؟ حرف منو داریم میزنین؟ نه امو جان، یه امیر حسین دیگه ای رو میگه. چقدر بهت گفتم باید هر دومون سند ششدانگ جداگانه داشته باشیم. خب گیر نشده. دوندگی داره، حال منم خرابه، از احتش بر نمیام. یه وکالت به من بده. تامل اختیار؟ خودت میدونی که این روزا توی این ادارات اسناد کامل و ناقص جواب میدن. وای به اسناد ناقص. حرفی ندارم، به شرط اینکه تا زنده ام سندمو بگیری و به نام امیر حسین منتقل کنی. سند چیه بابا؟ سند چیه؟ یه دفترچه که اسم شما رو توش نوشتم، بیرونش هم یه منگوله داره. منگوله؟ یادت باشه دفترچه تو حتما از عمود بگیری، حتی اگه بسته دیگه، آدم این حرف رو جلو بچه که نمیزنه. سلام. سلام. خسروی اومده؟ نه. پس این چیه؟ مال طرفه. طرف کیه؟ بابا همین که هر روز میاده میره. صفدری؟ آره. به به آقای صفدری، چطوری؟ در غیاب ما به کارهای امور دفتری میپردازی؟ امورتون کجا بود؟ وجود مبارک شما نمیذاره قربا ما در دفتر فروش امر فروش داشته باشیم. کجا رو بفروشی؟ ظرفیت تکمیله. تا همین الان 36 تا موبایلنامه تو دست مردم داریم. اسناد نوسازی حاضره. من آقای خسروی تصمیم گرفتیم اسناد خودمونو برداریم، باقی مالکا رو با 3 تا سند تنها بزنیم. اتفاقاً از زمانی که من متوجه شدم حد نصاب مال باخته به مرز 36 نفر رسیده، من یکی تغییر عقیده دادم. خب پس مبارکه دیگه. باشه، از سفر پولمو بدید من حاضرم. اجازه بده آقای خسروی بیاد چکو بیاره امضا بکنه تموم شه بره. باشه. به کی تلفن میزنی؟ به موبایل تو. خاموشه. شاید روشنش کرده باشه. روشن نمیکنه. تو کجا میدونی؟ تارا با تهمت دزدی رفته که باباشو تحت فشار خسروی بذاره تا همه حق خودشونو بگیرن. همه؟ کدوم همه؟ اینها. به موجب این دست نوشته این جانب خسرو خسروی متحد میشوم از کلیه مالکین 36 واحدی که با آقای فرامرز فروزش عقد مبایعه نامه نموده اند در غیاب آقای فرامرز فروزش جلب و کسب رضایت بنمایم. خب این چه ربطی داره؟ تو بگو این دست نوشته با مبایعه نامه با چک خسروی چه ربطی میتونن با هم داشته باشن؟ هیچ ربطی؟ تو یادت میاد حالا تارا کاری به این بی ربطی کرده باشه؟ پس ربط داره. آره متاسفانه. میرم سراغش. کجا؟ خونه باباش. پیداش نمیکنی؟ چرا پیداش میکنم؟ چون تا حالا اتفاق نیفتاده تارا یه شب بیرون از خونه بمونه. بفرمی این کل پول و سود پولتون. اینم برگ اعلام اسراف از تملک آپارتمان. دستون درد نکنه. بجنب که بانک نبنده. بجنب. باشه بابا. آقا خداحافظ. خداحافظ شما. رفت. آقا شرش گنده شده.
جواب بده تارا، جواب بده. تارا اگه سمیه هم از تو خبری نداره پس تو کجایی؟ گوشی رو بردار. چه خبره؟ باز کن این سابازه رو، باز کن این خراب شده رو، باز کن دتا نه مردا همه تون دازدی این شرف ها، همه تون کلا برداری، همه تون کلا برداری. آقا فقط فروزش میتونست این حساب رو خالی کنه. برو در قفل کن. واسه من چه که بیمار بکشی؟ چه خبرته؟ پولتو میخوام. آره خیلی خوب، ولی من پول به تو نمیدم. برای چی؟ برای اینکه معامله فسخه. یعنی چه معامله فسخه؟ این برگ عدم تملک آپارتمانت. مرد حسابی تو چه جوری میخوای جواب 36 نفر آدم که شب و روز خواب بله. الو بفرمایید. سلام، ببخشید آقای خلیل موحد. بله گوشی. بابا با شما کار دارم.
الو بفرمایی. جایی سلام. جایی خودتی؟ الو جایی؟ آره خودتی، هنوز صدافه میشنم. شما کی هستی؟ من تارام جایی، تارا دختر توبا، خواهرزادتون. تارا تویی؟ یه تاراست. تارا؟ تارا با کی هستی؟ من تنها، تنهای تنها. الان کجایی؟ من میدون شهرداری فومنم. همونجا بمون، خودم رو میرسونم. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه، منتظر شدم. خدایا خبر نمی کن. کار کی بود؟ دخترش تارا فروزه؟ رجا. بله بابا. برو برای جابجا کردن وسایل تارا بهش کمک کن. چش بابا. آره بابا. نه. نه. آخه اگه چمدونامو باز کنم دیگه موندگار میشم. خب چه بهتر. قبلش باید باهاتون حرف بزنم. باید ازتون قول بگیرم. ما قول میدیم. نشنیده؟ چه قولی؟ من باید تکلیفم روشن بشه. با کی؟ با هر ستاتون. تکلیفت روشنه تارا. من باید بدونم که موندنیم یا رفتنی. خب معلومه دیگه، موندنی. خیلی خب، اگه حرفامو شنیدین و نگفتین برو میمونم. تارا جون، داییت امروز توتستان نرفت چون اومدنت به قدر کافی مرموز بود. همینطورم حرف زدنت. تو کی هستی؟ دختر توبای خودمون یا دست پرورده فروزش؟
کجا؟ خونه تارا. مگه ندیدی جواب تلفناتو نمیداد؟ من باید بفهمم چی شده. گیرم هم که رفتی خونه یه تارا، چی میخوای بهش بگی؟ اصلا حرفی برای گفتن داری؟ مگه فروزش نگو اگه این مسافرت رو نری باید قید تارا رو هم بزنی ها؟ بیا بشین. من نگرانشم. نگرانشم؟ دست از این مسخره بازی ها بکش. علی، تارا دختر فرامرز فروزشه. دختر توبا نیست؟ دختری که تا 7 سالگی پیش ما بود، ما بزرگش کردیم. زیر دست فروزش 24 ساله شده. پس برو بهش بگو بره. چی بگم خلی؟ چیکار کنم که اون دنیا پیش روح توبا خجل نباشم؟ تو چه میدونی از همه فراق تارا چی کشید تا ما؟ چه زجی موی نالی زد و ساکت شد؟ من نمیدونم، برادرش نبودم. برای تو غم از دست دادن تارا خیلی سخت در بود تو از دست دادن توبا. سیاه‌ترین لحظه زندگیم بود اون روزی که فروزش اومد تارا رو با خودش برد. با حکم دادگاه اومد از تهران واسه بردن دختری که ما هفت سالش کردیم. اگه دیگه سراغ تارا نرفتم برای این بود که میترسیدم با فروزش روبرو بشم بلایی سرش بیارم. حالا تارا برگشته عین باباش از تهران. شایدم مثل مادرش توبا. مامان، بابا، تارا وسایلشو جمع کرده داره میره. نیما، من تو رو میرسونم خونه ی تارا. اگر اونا تو رو این سگ خونه انداختن بیرون اعتراض نمی کنی ها؟ بابا من مطمئنم که اتفاق بدی افتاده. تنها اتفاق بدی که افتاده اومدن تو به تهرانه. وقتی از تهران به خونه اونا زنگ میزنی اونا شماره تلفن تو رو میبینن و عمدن جواب تلفن تو رو نمیدن. آقای فرامرز فروزش؟ بله خودم هستم. طبق این حکم شما بازداشت هستید. معنی این کار چیه؟ معنی این کار چیه؟ باور کن من هیچ خبری ندارم. تارا کجاست؟ دیروز از خونه رفته برنگشت.
نیست. چی نیست؟ همه مدارک. همه مدارک؟ چک، موبایل نامه، دست نوشته چی؟ اونم نیست. بپوش برم زندان. خدا کنه دختر اهل معامله باشه. برداشتی داری میری؟ شما که به من قولی ندادین. چه قولی؟ قول بدین که با گذشته من هیچ کاری نداشته باشین. من قول میدم تو بمون. پشت سرت تاریکی زنده ای؟ تاریک تاریک. پس من هیچ قولی نمیدم. وایسه تارا، کسی نمیدونه اینجایی؟ کسی نباید بدونه. اگر بدونه چی؟ من میرم تهران؟ هر جای جز تهران. بسته دختر فراری؟